به نام خدا سلام، خیلی خوشحالم که میخوام امروز با قلب شیمی به قلبت بزنم. اگه میخوای با شیمی رابطه برقرار کنی باید وارد قلبش بشی. قلب شیمی همیشه گفتم استوکیومتری، یک واژه یونانی مخوف که وقتی میشنوی میترسی، فکر میکنی چه خبره. استوکیون یعنی ماده، متری یعنی سنجش، بخشی از دانش شیمی است که قراره به ما توی محاسبات شیمی کمک کنه. و سلام، کل داستان همینه. حالا اگه داستان واسش درست کردیم و بهش پر و بال دادیم، کار ما دبیراست که دوست داریم خیلی این درس رو گنده کنیم. ببین، اهمیتش بر کسی پوشیده نیست. از 35 تا سوال شیمی تقریبا 25 تا سوال بیس استوکیومتری دارن، نه اینکه سوال مستقیم از این مباحثی مثل خود استوکیومتری، ترموشیمی، الکتروشیمی، اسید و باز، محلول‌ها و و و، همشون بیس استوکیومتری دارن. حتی من تو مبحث آرایش الکترونی میبینم که پای محاسبات رو میکشم وسط. کلن هر جا که محاسبات عددیه ماها میترسیم. من امروز اینجام که وارد قلبت بشم، با قلب شیمی یکم باهاش آشتی کن، باهاش رفیق باش و باهاش عشق و حال کن. خب استوکیومتری تعریفش رو بهت گفتم، مطالعه کمی بین واکنش دهنده ها و فراورد هاست. بچه همین تعریف ساده که از متن کتابت انتخاب شده توی کنکور 99 یکی از گزینه های درست غلط بود، پس تعریفش هم میتونه تو درد سر بندازه. همین کلمه کمی که یک رابطه کمی بین واکنش دهنده ها و فراورد هاست. استوکیومتری در دو بخش مورد مطالعه قرار میگیره. بچه ها، استوکیومتری فرمولی و استوکیومتری واکنش. وقتی من صحبت از استوکیومتری فرمولی میکنم، یعنی در رابطه با یک ماده صحبت میکنم. در رابطه با یک ماده، یک اطلاعاتی میده، یک اطلاعات دیگر رو میخواد. به عنوان مثال، جر میده مول میخواد، مول میده لیتر میخواد، لیتر میده ذره میخواد، ذره میده هرچی که دلش میخواد. اوکی؟ پس مهم نیست، فقط این تو ذهنت باشه که در مورد یک ماده یک اطلاعاتی میدهند و مجددن در مورد همان ماده اطلاعات دیگری رو از ما میخوان. به عنوان مثال، جرم یک ماده یا یک ترکیب رو به ما میدن و در رابطه با تعداد ذرات آن ماده سوال میپرسن. به این سوالی که میگم دقت کن. 107 گرم آهن سه هیدروکسید حاوی چند مول یون است. خب ببین، واکنش نیست دیگه، یه ماده است FeOH3. 107 گرم چند مول یون است، چه تعداد ذره هست؟ کافیه شما اینجا جرم رو به مول تبدیل کنی. به همین سادگی تو ادامه از اینا خواهیم داشت. یعنی یه سری سوال داریم که یه بخشش همین استوکیومتری فرمولیه و اما قسمت بیشتر استوکیومتری رو استوکیومتری واکنش. از اسمش هم مشخصه، پای یک واکنش در میان است. دو تا ماده که در یک واکنش با همدیگه در ارتباطن، اطلاعات یه ماده رو میده، در مورد ماده آه یه اطلاعات رو میده، در مورد ماده بی یه اطلاعاتی رو از ما میپرسه. حالا ممکن این آ و بی سمت واکنش دهنده باشن، سمت فراورده باشن، یا یکیش واکنش دهنده یکیش فراورده، اصلا مهم نیست. مهم اینه که اینا طی یک واکنش توسط ذرایب استوکیومتری، بچه ذرایب استوکیومتری همون ذرایب مولی، همون ذرایب موازنه، هر چه دوست داری بهش بگو، با همدیگه در ارتباطن. پس قراره که تو استوکیومتری یک واکنش از روی اطلاعات یک ماده به اطلاعات یک ماده دیگه برسیم. حل تا اینجا. برای حل سوالات استوکیومتری بچه سه تا روش وجود داره که البته هر سه تا روش از یک اصول پیروی میکنن و مفاهیم مشترکی دارن. در واقع اصلشون یه چیزه، پوستشون فرق داره، بسته به اینه که تو به کدوم بیشتر عادت داری. هر روش واسه خودش مزایا و معایبی داره.
مهم اینه که من با کدومش سرعت عملم بیشتره. البته من بهت خواهم گفت که کدومش سرعت عمل بیشتری داره، ولی باز بچه‌هایی که مثلا بچه‌های 12 دو ساله دارن با روش کسر تبدیع سوال حل میکنن، من هیچ وقت توصیه نمیکنم که روش رو عوض کن. یا دانش آموزی که با روش‌های کسر آماده تو تایم نرمش میتونه سوال حل کنه، هیچ وقت بهش نمیگم که آقا بیا با روش تناسب سوال حل کن، تو به همون فرمون ادامه بده برو. ولی بچه‌هایی که تازه میخوان استر رو شروع کنن، یعنی یا دهمی هستن یا اینکه مثلا 12 یا 11 هستن ولی کلا با این روش هم هنوز آشنا نیستن، یعنی اصلا نمیتونن سوال حل کنن، به عبارتی تو نقطه صفر قرار دارن، اینجا جلسه صفر استوکیومتریه. من بهش روش تناسب رو پیشنهاد میکنم. روش تناسب یک روش فوق سری مفهومی محسوب میشود، ولی اگه تو امتحانات مدرسه بخوای با روش تناسب سوال حل کنی، مطمئن باش دبیرت اصلا متوجه نمیشه تو چی نوشتی و یک علامت قرمز رنگ روی سوالت میبینی، یک ضرب درک نامفهوم غلطه. من قبل اینکه یک معلم باشم یک مهندسم، خودم بخوام تو آزمایشگاه یک ماده رو حساب کنم که چقدر از این ماده بریزم، چقدر از این ماده تولید کنم، با روش تناسب فوق سری حل میکنم و به جواب میرسم. سعی میکنم که این رو بهت انتقال بدم. بچه ها در هر سه تا روش بالا از عددهای زیر استفاده میکنیم که این عددها هم ارزن. 1 مول معادل عدد آووگادرو 6 و 0 تو ضرب در 10^23 تا ذره از هر ماده ای رو میگن 1 مول. چون اتم ها و مولکول ها خیلی ریزن، این عدد بسیار بزرگ قابل توجه میشه و قابل وزن کردن میشه. من میدونم که تو آزمایشگاه ترازوی من گرم یا خیلی ترازوی من دقیق باشه تا 0.01 گرم رو میتونه وزن کنه و اتم های من در حد 10^-24 گرم وزن دارن و ترازوی من نمیتونه از پس اندازه گیری اتم ها بر بیاد. پس من باید یک مقدار مشخصی بردارم که اون مقدار مشخص، اون سنجهه تو علم شیمی موله. پس 1 مول ماده یک عدد بسیار بزرگی ذره از اون ماده است. میتونه مولکول باشه، میتونه اتم باشه، میتونه یون باشه. خب بچه ها اینم معادل جرم مولیه. پس 1 مول از هر ماده معادل انقدر ذره و معادل انقدر گرمه. به عنوان مثال 1 مول آب 18 گرم وزن داره. 1 مول آب انقدر ذره مولکول آب داره که 18 گرمه. ببین اگه شما بیای 6^02 ضرب در 10^23 تا مولکول آب رو در یک کفه ترازو قرار بدی، این برای ترازو باید وزنه 18 گرمی بذاری. اوکیه؟ و اینم معادل 22.4 لیتر گاز در شرایط STPه. حالا شرایط STP چیه؟ تو جای خودش بحث میشه. شرایط استاندارده، در واقع استاندارد تمپرچر پرشر، شرایط استاندارد دما و فشار، دمای 0 سلسیوس و فشار 1 اتمسفر. خب آقای آووگادرو ثابت کرد که گازها در شرایط STP یعنی دماشون 0 سلسیوس باشه، فشارشون 1 اتمسفر باشه، مولهای برابر، حجمهای برابر دارن. حالا 1 مول 22.4 لیتر حجم داره. منتها حواس هم باشه که این برای گاز هاست، این عدد برای گاز هاست. اگه ماده تو جامد باشه، مایع باشه، محلول باشه، این همارزی به دردت نمیخوره. من 4 تاشو یه جا نوشتم که ببینم که این 4 تا عدد میتونن با هم دیگه معادل باشن. من این رو تعمیم میدم به یک گاز. بچا 1 مول به عنوان مثال 1 مول گاز اکسیژن معادل 6^02 ضرب در 10^23 تا مولکول اولو، اینم معادل 32 گرم. خب اکسیژن، هر اکسیژن 16 گرمه، یعنی 1 مول اکسیژن 16 گرمه، اودو میشه 32 گرم، ایشون هم معادل 32 گرمه. تو شرایط STP 22.4 لیتر حجم داره. پس من در مورد گاز اکسیژن 1 مولش این اطلاعات رو دارم که 1 مول گاز اکسیژن انقدر ذره داره، انقدر جرم داره و اینقدر
حجم داره. کل داستان اینه، در مورد یک ماده، تعداد ذره، وزنش و حجمش، البته چون گازه تونستم واسهش حجمم تعریف کنم. حله؟ خب ما قراره که از بین این سه تا روش، روش تناسب رو توی این ویدیو به توضیح بدیم. روش تناسب خیلی روش ساده و مفهومیه. پس اگه از قبل یه چیزایی تو ذهنته دست و پا شکسته، همه رو بیرون بریز. شیشتانگ حواست رو جمع کن، دوتا چشم دوتا گوش هم از اطرافیانت قرض بگیر، فقط به من گوش کن. امروز قراره با هم کلی سوال سطح بالا از آزمون‌های آزمایشی کنکور 98 و 99 رو با یک آموزش یک صفحه‌ای از استوکیومتری با هم حل کنیم، اگه حواست به من باشه. خب بچه، این روش تناسب من در واقع یه سری مراحل داره. مرحله اول موازنه کردنه. ما موازنه میکنیم که ضرایب استوکیومتری مشخص بشه. کلن ما میگیم که موازنه در واقع دروازه ورود به محاسبات شیمیه. تو کنکورهای اخیر از 35 تا سوال 13 تا سوال مستقیم و غیر مستقیم درگیر موازنه بودن. پس موازنه رو باید خیلی خیلی در واقع دقیق باشی، سرعت عملت بسیار بالا باشه. میتونی بری سایت catalyzer.ir و از محتوای آموزشی رایگان موازنه استفاده کنی. ما اونجا در یک فایل ویدیویی بسیار کامل باید بری ببینی و ببینی که موازنه اونجوری که فکر میکنیم سخت و زمان بر نیست. دو، بعد که موازنه کردی، مرحله دوم نوشتن تناسب مناسب بین مواد مورد نظر مسئله است. اگه استوکیومتری یک ماده بود، خب در مورد همون ماده تناسب رو می نویسیم. اگه استوکیومتری یک واکنش بود، ماده آ ماده بی، بین این ماده آ و ماده بی اون تناسب رو خواهیم نوشت. به طریق قرار بهت بگم، بعد با استفاده از همارزی های فوق، همارزی هایی که اسلاید قبلی دیدی، همون مول، ذره، جرم مولی و حجم مولی، و قرار دادن ضریب استوکیومتری ماده مورد نظر در معادله واکنش، میتونیم بین مواد معلوم و مواد مجهول تناسب بنویسیم. دو تا باید اینجا تذکر رو در نظر بگیرید. تذکر اول، در روش تناسب باید دقت کنیم که هم واحدها زیر هم نوشته شون. مثلا نمونه ماده آ، اگه مول نوشتی باید اون داده مسئله یا خواسته مثلا بر اساس مول باشه. اگه جرم نوشتی بر اساس جرم باشه. حجم، حجم. پس هم واحدها باید زیر هم نوشته شود. این تذکر یک. تذکر دو، در روش تناسب چهار تا جایگاه خالی داری. درست اسلاید بعدی میبینی، ولی خب ببین، چهار تا جایگاه خالی داریم که دو تای آنها توسط اطلاعات واکنش داده شده پر میشه. بچه اینا رو از واکنش مینویسی که مثلا دو مول ماده، سه مول ماده داده، یک مول ماده، انقدر مثلا مول ماده داده. پس دوتای اول رو از اطلاعات واکنش داده شده پر میکنیم. و در سومین جایگاه داده مسئله و در چهارمین جایگاه خواسته مسئله. یکی از اینا دیگه حالا مشخص نیست، به ماده آ، ماده بی. من در مورد ماده آ و بی میخوام تناسب بنویسم. دوتای اول رو از معادله موازنه شده می نویسم. دوتای بعدی رو بسته به این که داده مسئله من در مورد ماده آه، خواسته مسئله من در مورد ماده بیه. حله؟ کل داستان همینه. بریم تو اسلاید بعدی و ببینیم که این تناسب چه شکلیه. خب این تناسب منه، همین چهار تا جایگاهی که صحبتشو کردم اینجا داریم میبینیم. ماده آ، ماده بی. اولین کار نوشتن ضریب اون ماده است، همون ضریب استوکیومتری. بچه ضریب ماده آ رو یا میتونی برای مول بگی، اون چهار تا همارزی که قبلا گفتم بهت، مول میتونی بگی، ذره میتونی بگی، جرم مولی میتونی بگی، حجم مولی، تو استیپی میتونی بگی. آقا شاید استیپی نبود، اون رو تو ادامه توضیحش رو میدم. استیپی نبود دو تا حالت داره، یا اینکه جرم مولی رو تقسیم بر چگالی میکنم حجم مولی جدید به دست میاد، یا اینکه چگالی رو ضرب در حجم میکنم جرم به دست میاد.
بعد جرم رو تقسیم بر جرم مولی به مول خواهم رسید. نول خواهم نوشت تو پایین همین اسلاید. فقط مهم اینه که بدونی ماده آ زیر ماده آ، ماده بی زیر ماده بی. یک واکنش فرضیه. آ میدهد بی رو در نظر میگیرم با ضرایب فرضی آ و بی. فکر کن در مورد ماده آ بهت اطلاعات داده، در مورد ماده بی از تو یه چیزی رو خواسته. حالا اگه اطلاعاتی که در مورد ماده آ بهت داده، خب این دست طراحه، دقت کن، اینجا دست طراحه، اینم دست طراحه، از این چهار تا جایگاه دوتاش دست طراحه، دوتاش دست من و توه. اگه طراح اومد ذره اطلاعات داده شدهش تعداد ذره بود، شما اینجا ذره میذاری، ظریف ضرب داره اون تعداد ذره. اگه طراح اومد جرم داد، شما ظریف ضرب در جرم مولی مینویسی، تمام. حجم داد، ظریف ضرب در حجم مولی مثلا تو استیپی مینویسی. اینجا هم گفتم دست طراحه. طراح اومد از تو حجم اون یکی ماده رو خواست، خب شما میری بالاش ماده بی ظریف ضرب در حجمش رو مینویسی، تمام. کل داستان اینه. پس چهار تا جایگاه دارم، دوتاش واسه منه، دوتاش واسه طراحه. طراحه که به من میگه در این تناسبت کدوم واحد رو بذار. بچه ها هم واحدها زیر هم، یعنی ماده آ اینجا طراح میگه جرم، اینجا جرم مولی، ذره ذره، هم واحدها زیر هم. الزامی نیست که آ و بی هم واحد باشن، ممکنه طراح جرم یه ماده رو بده حجم یه ماده دیگر رو بخواد، ضربه یه ماده رو بده جرم اون یکی ماده رو بخواد. پس الزامی نیست که آ و بی هم واحد باشن، ولی الزام اینه که ضریب ماده آ وقتی ضرب در جرمش میشه، جرم مولیش میشه، پایینم جرم باشه. اینجا مثلا خواسته سوال من اگر جرم مولی باشه، اگر خواسته سوال من جرم باشه، اینجا باید ضریب ضرب در جرم مولی بنویسم. حل بچه ها؟ الان بریم تو حل سوال، بیشتر این رو متوجه میشی. خب با توجه به واکنش زیر از مصرف هر مول بروکسید، بروکسید بچه بیدو او سه، چند لیتر گاز در شرایط استیپی تولید میشود. خب بچه ماده آی من اینجا بیدو او سه، ماده بی من گاز اکسیژن، تناسب سر جاشه، منتها قبلش واکنش باید موازنه بشه. من میرم واکنش رو موازنه کنم. ماده پیچیده بی دو او سه رو قرار میدم یک ضریب دو پشت این قرار میگیره. خب بچه ها سه تا اکسیژن اینجا دارم، دو تا اینجا، ضرب در سه دوم میشه. حالا چون میخوام کسر از بین بره، همه رو ضرب در دو میکنم که به از شر کسر راحت بشم. یک ضرب در دو، دو، دو ضرب در دو، چهار، و ایشون هم میشود سه. حالا میمونه فقط کلور، چهار سه تا دوازده تا، ششم ضریب کلور. منتها واسه من مهم ماده آ و بیه، یعنی بی دو او سه و ماده او دو. حالا حواست به من باشه. خب گفتیم چهار تا جایگاه داریم، دوتاش واسه منه، از روی واکنش قراره بنویسم، این دوتا رو طراح در واقع منو مجاب میکنه که بنویسم. خب ببین در مورد بروکسید اطلاعات مسئله هر مول بروکسیده، میگه آقا از مصرف هر مول بروکسید چند لیتر گاز. پس اینجا من مینویسم داده سوال یک مول بروکسید، این ستون مال بروکسیده، این ستون مال گاز اکسیژنه. بچه ها ضریب بروکسید چنده؟ دوه. بهتر اینجا باید دو نوشته بشه، فعلا دست نگه دار. گفته از مصرف هر مول بروکسید چند لیتر گاز، پس خواسته یه سوال من اینجاست. این تست مال ریاضی خارج 98ه. پس بچه ها یک مول میگه چند مول، اینا رو طراح به من گفت. حالا من گفته بودم هم واحدها زیر هم نوشته بشن، پس اینجا که قرار از روی واکنش بنویسم باید بر اساس مول بنویسم. بچه ها این ضریبش چنده؟ دو. همون دو مول، همین دو مول، ضرب در یک دیگه، خودش یک. حالا بیا اینجا او دو،
او دو ضریبش چنده؟ سه. خب اینجا از من چی میخواد؟ لیتر. باید هم واحدش بالاش باشه. سه ضرب در شرایط STP. تو شرایط STP یک مول از هر گازی 22.4 لیتر حجم داره. پس سه ضرب داره 22.4. پس طرفین وسط این به هم دیگه ضرب میشه و مقدار X محاسبه میشود. بچه خیلی ساده، سه ضرب داره 22.4، 67.2 تقسیم بر 2. خب این گزینه ها جا به جا هستش، 33.6، 39.2، 44.8 و 67.2. خب بچه 67.2 100% میشود 33.6، در واقع تقسیم بر 2 میشود 33.6. دیدی که یک تناسب بسیار ساده من رو به جواب رسون، طرفین تقسیم بر وسطین تو رو به جواب میرسونه، خیلی ساده. بریم سمت سوال بعدی. خب سیلیسیوم کاربید از واکنش فلان تولید میشه. خب واکنش رو داده، بعد میگه به ازای تولید هر کیلوگرم از این ماده، از کدوم ماده؟ سیلیسیوم کاربید، چند لیتر گاز آلاینده، منظورش مونوکسید کربونه، تو شرایط STP تولید میشود. بچه تست مال تجربی 98. دوباره من تناسبم رو می نویسم، اونتا موازنم یادت نره. بریم با هم موازنش رو داشته باشیم. خب ضریب یک پشت سیلیس قرار میگیره، SiO2 سیلیس. بچه های 12 فصل 3 قراره این رو بخونن، جامد کوالانسی. خب یه دونه سیلیسیوم داری، خب ضریب یکم پشت سیلیسیوم کاربید قرار میگیره. خب بچه ها اینجا چند تا الان در واقع ما اکسیژن میبینیم؟ دوتا. ضریب دو هم پشت CO قرار میگیره و نهایتا ضریب دو هم پشت کربن. حالا برم سمت حل سوالم. سوال در مورد سیلیسیوم کاربید و گاز آلاینده است. خب گفتم که دوتای اول مال منه، دوتای بعدی مال طراح، هم واحدها هم زیر هم نوشته میشن و گفتم طراح به من میگه که اینجا از کدوم واحدش استفاده کنم. خب بچه داده سوال هر کیلوگرم از این ماده، کدوم ماده؟ سیلیسیوم کاربید. خب بچه من اینجا مینویسم 1000 گرم، یک کیلوگرم 1000 گرم سیلیسیوم کاربید چند لیتر؟ X لیتر. اوکی؟ هم واحدها زیر هم. خب اینجا باید برم سیلیسیوم کاربید ضریبش رو نگاه کنم. ضریبش یکه، چون اینجا جرم، اینجا باید جرم باشه. آقا جرم مولی سیلیسیوم کاربید چنده؟ سیلیسیوم 28، کربن 12، جمعش میشود 40. حالا بیا اینجا ضریب CO چنده؟ 2. شرایط چیه بچه ها؟ STP. تو STP حجم مولی 22.4. به همین سادگی تست حل شد. یه لحظه دقت کن، ببین تو محاسباتش هم میتونی زرنگی کنی. این 40 شده 1000، اگه این شکلی حساب کنی 25 برابر شده. حالا تو دو ضرب داره 22.4 رو ضرب داره 25 کن. پس دو ضرب داره 22.4، یه دونم ضرب داره 25. منتها عددی که به دست میاد ببین کدوم گزینه است. بچه دو ضرب داره 25، 50. 50 ضرب داره 22.4 یه عددی نزدیک 1000 میشه. 50 ضرب داره 20، 1000ه. 50 ضرب داره 22.4، 1120. گزینه 2. این تست مال تجربی 98. و اما تجربی 99. اینجا باید من میخوام چیکار کنم؟ اول روی سوال رو با هم بخونیم. یه نکته میخوام بهت بگم، میگه پس از موازنه معادله واکنش ها نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش 2 به مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها در واکنش 1 کدام است؟ یعنی میگه این دوتا واکنش رو موازنه کن، بعد بیا بگو مجموع ضرایب واکنش دهنده ها اینجا به فراورده ها در واکنش 1 کدام است؟ سوال دو قسمتیه. مثلا حساب میکنی 65 صدم میاد یا 6 دهم میاد. خب بچه ها من وقتی میبینم تیکه دوم سوال و اگر در واکنش فلان
عددها با هم دیگه فرق میکنه، چه کاریه برم قسمت اول سوال رو حساب کنم؟ پس وقتی داری روی سوال رو میخونی یه نیم نگاهی هم به گزینه ها داشته باش، ببین گزینه چی کار کرده باهات. میاد میگه آقا حواستو جمع کن، اگر فقط قسمت دو رو پیدا کنی تو به جواب میرسی. فکر کن یک دانش آموز به این دقت نمی کنه، میره اینا رو موازنه می کنه، تازه اگه سرعت عملش خوب باشه، تازه اگه نمیدونم به اشتباه نخوره، مثلا میرسه به 65 صد. خب الان باز نمیتونه گزینه انتخاب کنه، باید تیکه دو رو حل کنه. ببین تیکه دو چی میگه. میگه اگر در واکنش دو، بچه واکنش دو حضور آهن در واقع حضور همزمان رطوبت و اکسیژن در کنار آهنه، یک شرایط مساعد برای زنگ زدن آهن. FeO هاش 3 مرتبه، آهن 3 هیدروکسید. این واکنش یک واکنش مهمیه که تو شیمی در واقع 12 فصل 2 موازنش رو میخونیم. بچه تو 4 تا جا ما عدد 4 داریم، تو بخش موازنه اینا رو کامل توضیح دادیم. یکی از واکنش های شاخ که اگه این 4 رو حفظ نباشیم، مجبوری حداقل 30-40 ثانیه واسه موازنش تایم بذاری، عدد 4 توی زنگ آهنه. یه 4 رو بذارم پشت این، بقیهش دیگه موازنه میشه، اتم به اتم میرم جلو. چند تا آهن؟ 4 میره پشت. بچه چند تا هیدروژن؟ 4 3 تا، 12 تا. 6 میره پشت، 8 2 او. بچه چند تا اکسیژن؟ 12 تا. 6 تاش اینجاست، اینم به تپ باید 6 بشه، مجموعا میشه در واقع 12 تا. این واکنش موازنه شد. خب من اول باید موازنه کنم که بعدم بتونم با روش تناسب به سوال برسم. خب بچه گفته ماده نامحلول، ماده نامحلول اینجا همون زنگ آهن یا آهن سه هیدروکسیده. پس یکی از موادی که طراح در موردش صحبت کرده آهن سه هیدروکسیده. بعد ماده دوم اون مجهول مسئله لیتر اکسیژنه. خب تکرار میکنم، دوتای اول واسه ماست، دوتای دوم واسه طراح سواله. در مورد گرم این ماده صحبت کرده. آقا میگه 10 هفته هم گرم چند لیتر؟ ایکس لیتر. حالا هم واحد ها زیر هم، بچه ضریب اف ای او هاشه چنده؟ 4. ضرب جرم مولیش چنده؟ بچه که زیاد تست کار میکنن جرم مولی های مهم رو میدونن. ما یک پست رو در رابطه با جرم مولی های مهم همون ابتدای کار واسه بچه هایی که میخوام محکم شروع کنن و یه سری ریزه کاری ها اذیتشون میکنه رو درست کردیم. حتما تو پیج کاتالیزگر این رو ببین، جرم مولی های معروف که تو همه سوالات این اعداد تکرار میشن رو یک بار به ذهنت بسپار. زنگ آهن یکی از اوناست، 107 گرم. میتونی خود حساب کنی، آهن 56 به اضافه 3 تا اوهاش، هر اوهاش 17 گرم. 3 ضرب 17 50 51 با 56 107. خب بچه گرم زیر گرم. حالا اینجا ضریب اکسیژنمون چند در اومد؟ 3. دوباره شرایط STP 3 ضرب 22 و 4. حالا از اینجا قراره که X به دست بیاد. چه شکلی آقا؟ 10 و 7 ضرب 3 ضرب 22 و 4 تقسیم بره 4 ضرب 107. خب شما اینجا میبینی که 10 و 7 با این میشه 10 مرتبه، 4 با 22 و 4 56. بچه 3 ضرب در 56 16 و 8 تقسیم بره 10 1 و 68. پس دیدی که این تست سه خطی با دوتا واکنش که خیلی از دیدنش حالا میترسن، به خصوص این آمینو اسیدی که اصلا تو شیمی نیست، موازنه شاید یکم اذیتت کنه، از خیر این تست گذشتم، ولی تو دیدی که خیلی ساده این تست حل شد. خب بریم سمت سوال بعدی، ریاضی 98. از واکنش 5 گرم از
لیتیوم آلومینیوم هیدریت. خب این ماده هم تو کتاب درسی نیست، مهم نیست، دست طراح بازه که از موادی که داخل کتاب نیستن هم استفاده کنه، ولی اساس اصل همونه. ناخالص با آب طبق معادله زیر 11.2 لیتر گاز. خب این میخواد اسم گاز رو نگه، ولی تو میدونی که اینجا این زیربند جی نشون دهنده گازه، گاز فقط گاز هیدروژنه. پس 5 گرم از این که ناخالص هم هست 11.2 لیتر گاز در شرایط استیپی تولید میکنه. حالا از تو درصد خلوص میپرسه. یه نکته سریع بگم ردشم. درصد خلوص شیمی 11 فصل اولش مطرح میشه. بچه بحث درصد خلوص و بازده درصدی از محدود کننده های واکنش ها هستن، یعنی واکنش های شیمیایی خود به خود در واقع اونجوری که ما فکر میکنیم روی کاغذ انجام میشن نیست. اون مادهی که من دارم همش خالص نیست و تو استوکیومتری خالص تو واکنش شرکت میکند، ناخالص تو واکنش شرکت نمیکند. این یک اصل کلیه. پس بچه تو واکنش شیمیایی مقدار خالصه طبق این معادله واکنش می شود. الان این 5 گرمه، مثال دارم عرض می کنم، 80 گرمش خالصه میشه 4 گرم، یعنی 80 درصدش خالصه، یعنی 4 گرمش وارد واکنش میشه، اون 1 گرم وارد واکنش نمیشه. بازده درصدی هم در واقع مقدار پیشرفت واکنش رو نشون میده. البته تو این سوال بازده درصدی نداریم. بچه ها اول باید این چی بشه؟ موازنه بشه. ضریب 1 پشت ماده پیچیده قرار میگیره. چند تا لیتیوم دارم من؟ یه دونه. ضریب 1 پشت لیتیوم هیدروکسید قرار میگیره. بچه ها چند تا آلومینیوم؟ یه دونه. خب یکم پشت آلومینیوم هیدروکسید قرار میگیره. حالا اگه دقت کنی من هیدروژن رو نمیتونم موازنه کنم، چون اینجا نامشخصه، اینجا نامشخصه، ولی اکسیژن چون سمت فراورده مشخص شده، یک اکسیژن 3 تا اکسیژن میشه چند تا؟ 4 تا. پس ضریب 4 پشت H2O قرار میگیره. حالا هیدروژن رو میتونم موازنه کنم، 4 تا اینجا داری، 4 تا تا 8 تا، 12 تا هیدروژن سمت فراورده داری. بچه‌ها 1 3، 4 تاش اینجاست، باید 8 تاش هم به این برسه. ضریب 8 هم میشه 4. حالا میتونم تناسبم رو بنویسم. 4 تا جا دارم، 2 تا اول واسه ماست، از روی واکنش قراره بنویسیم. مواد من لیتیوم، آلومینیوم، هیدریت و در واقع گاز هیدروژن. خب بریم سمت داده سوال. بچه داده سوال اون 5 گرمیه که البته همش واکنش نمیده، پیوریتی خالصش. ببین بچه هایی که به این رابطه مسلط نیستن یا ندیدن، من اینجا می نویسم پیوریتی برابر است با مقدار خالص به مقدار کل ضرب در 100. اینجا که میگه 5 گرم ناخالص، منظورش همین کله. من دنبال کیم؟ اون مقدار خالصه. پس این همه 5 گرمه وارد واکنش نمیشه، 5 ضرب در پی صدومش دیگه. شما ببین این 100 میاد مخرج این، ضرب در 5 بشه مقدار خالص به دست میاد. پس 5 ضرب در پی صدوم 11.2 لیتر. پس اینجا بچه گرمه 11.2 لیتر به من گاز هیدروژن داد. اینجا چی شد؟ لیتر. پس الان اینجا گرم، اینجا هم به تبع لیتر قرار میگیره. به این ترتیبی که میگیم آقا ضریب لیتیوم آلومینیوم هیدریت یا LiAl4 مرتبه 1. کار بعدی تو حساب کردن جرم مولی اینه. لیتیوم رو خودش داده 7، آلومینیوم رو داده 27، هیدروژن هم که 1 4، جواب میشود در واقع 38. 38. خب حالا 38 گرم چند مول میده؟ 4 مول میده. بچه دوباره شرایط STPه، هر مولش 22 و 4ه، بعد 4 مولش میشود 4 ضرب در 22 و 4. حالا از اینجا خیلی ساده ما میتونیم پی رو حساب کنیم. خب من اینجا رو پاک میکنم که فضا داشته باشیم.
دوباره قراره که با طرف این وسط این کردنم به جواب برسیم. من میخوام یه چیز جالب بهت بگم. اگه دقت کنی مثلا بخوای ببینی که این به چی ضرب شده، این که اینم به این ضرب کنی و به این طرف برسی، یعنی یک ویژگی جالب تناسب اینه که تو میتونی حتی در واقع ردیفی و ستونی یک ارتباط بین این اعداد پیدا کنی. خب بچه ها 22 و 4 ضرب در 1/2 بشه میشه این. خب اینم پشتش یه 1 داره، 4 هم ضرب در 1/4 میشه 1/8. جالب شد نه؟ پس این عدد رو ضرب در 1/8 کنیم به این عدد میرسیم، پس اینم ضرب در 1/8 کنیم به این عدد برسیم. پس من اینجا رو پاک کنم، یه بار دیگه میگم ضرب در 1/8. پس بچه 4 ضرب در فلان ضرب در 1/8 میشه 11/2. حالا اینجا هم ضرب در 1/8، یعنی این عدد ضرب در 1/8، 38 ضرب در 1/8 مساوی نداره. خب چی میشه بچه ها؟ 38 ضرب در 1/8 میشه و 38/8 مساویه. 5 ضرب در پی 100 اینم همینجا ساده میشه، میشه پی 20. من دنبال پی هستم، پس پی مساویه 20 ضرب در 38 تقسیم بر 8. خب بچه ها شما میتونی این رو به 4 تقسیم کنی، بشه 2، این بشه 5. 5 ضرب در 38 تقسیم بر 2، 5 ضرب در 38 به تب خواهد شد 190. 190 تقسیم بر 2 خواهد شد 95، گزینه 4. با اینکه اعدادش هم زیاد حالا روندینا نبود، ولی وقتی رو تناسب می نویسی خیلی ساده میتونی یک خطی به جواب برسی. بریم سمت سوال بعدی. خسته که نشدین، شما دارین از دیدن در واقع حل تستای بسیار سریع و شیرین استوکیومتری لذت میبرید. 5 گرم از یک نمونه گرد مس دو اکسید، منظورش اینه بچه مقدار این رو داد، 5 گرم در مقدار کافی هیدروکلوریک اسید وارد میکنه، واکنش کامل انجام میشه. وقتی میگه واکنش کامل انجام میشه، یعنی یا هر دو واکنش دهنده کامل تموم شدن یا یکی از واکنش دهنده ها تمام شده و دیگه واکنش ادامه پیدا نمیکنه. اگر در این واکنش 1/10 مول HCl مصرف بشه، چند گرم مستوکلوریت X تشکیل میشه؟ سوال دوباره دو قسمتیه و درصد ناخالصی در این نمونه اکسید کدام است؟ بچه ها اول موازنه. خب من اول دوباره میام ترکیب پیچیده CuCl2 رو انتخاب میکنم. خب مس چند تا؟ یه دونه. خب اینجا هم ضریب 1 قرار میگیره. کلور اینجا چند تا بچه ها؟ 2 تا. ضریب 2 هم پشت HCl قرار میگیره و هاش هم که به تب موازنه میشه و اکسیژن هم که موازنه شده. این شد موازنه ایم. سوال دو قسمتیه. اول من میخوام بدونم در واقع با یک تناسب بین HCl و CuCl2 آقا مقداری مشخصه، از روی این میتونم گرم مستوکلورید رو حساب کنم. آقا چرا با 5 گرمه نرفتی؟ چون 5 گرمه ناخالصه، اتفاقا درصد خلوصش هم از من پرسیده. حالا درصد ناخالصی صد منهای درصد خلوص میشه و درصد ناخالص. پس این 5 گرمه وارد واکنش نمیشه که من بتونم از روی این 5 گرمه CuCl2 رو حساب کنم. ولی 1/10 دیگه اوکیه، آماده است. من میتونم از روی 1/10 مقدار CuCl2 رو حساب کنم. قسمت اول باید این شکلی حل بشه. و گزینه هم جوری طراحی شده که برعکس سوال قبلی که اتفاقا اونم تجربی 99 بود، اینجا باید هر دو قسمت رو حل کنیم. خب 4 تا جا دارم، 2 تاش واسه منه، 2 تاش واسه طراح. اول بریم به احترام طراح، داده و خواسته مسئله رو بنویسیم. خب بچه ها در مورد HCl صحبت از مول کرده، چند مول؟ 1/10 مول. خب این وقتی موله به تب جایگاه بالایش هم باید بس به مول باشه. CuCl2 رو چقدر گرمش از من خواسته؟ X خواسته سوال. خب اینجا هم باید گرمش باشه. حالا ضریب HCl چنده؟ 2. پس 2 مول.
بیا اینجا ضریب 33 دو چنده 1، چون اینجا جرمه اینم باید به حسب گرم باشه. جرم مولی 33 دو چقدر آقا؟ 64 64 هر 35 و نیمه ضرب در 2 71 میشه، پس جمعش میشود در واقع 135. حالا خیلی ساده شما میتونی یک دهم رو ضرب در 135 کنی، یک دهم ضرب در 135 کنی، تقسیم بر 2 کنی. آقا یک دهم ضرب در 135 میشه 13 هاییم، تقسیم بر 2 6 و 75. این از قسمت اول، ولی هنوز به جواب نرسیدیم. مجبوریم قسمت 2 رو حل کنیم. برعکس سوال قبلیه، گزینه های دومیش تکراری هست و نمیشه. اگه متفاوت بودن باز میشد، ولی اینجا چون تکراری هم 20 دوتا 20 دارم 80 اینا دارم، بهتر باید حل بشه. خب بریم سمت قسمت دوم، درصد خلوص CuO رو حساب کنیم، چون خودش گفته که اکسید ناخالص. خب من برم از تناسب بعدی استفاده کنم. خب تناسب بعدی رو بین ببینین، برای اینکه درصد خلوص CuO رو حساب کنم، هم میتونم با HCl در واقع ارتباط برقرار کنم، هم میتونم با CuCl رو، مهم نیست. من مثلا با HCl میخوام این کار انجام بدم. میریم قسمت دوم رو حل کنیم دوباره با روش تناسب. خب CuO دوباره داده های سوال، داده های سوال یک دهم موله. داده بعدی من 5 گرمی از اینه که پی صدومش وارد واکنش شده، پی صدومش درصد خلوصش اون مقداری از 5 که وارد واکنش شده. حالا میرم سمت اطلاعات واکنش. آقا ضریب HCl چنده؟ 2. تمام. ضریب این چنده؟ 1. جرم مولیش چنده؟ آقا 364 به اضافه 16 80. از اینجا راحت الان پی رو ما میتونیم حساب کنیم. چه شکلی؟ ببین 5 با این میشود 20، یک دهم ضرب در 80 میشود 8، در واقع 8 مساوی با 2 ضرب در پی 20 پی از اینجا میاد 80، ولی جواب 80 نیست. حواست باشه این از من درصد ناخالصی پرسیده. وقتی درصد ناخالصی میپرسه یادت نره درصد ناخالصی برابر است با 100 منهای پی، 100 منهای پی. خب بچه 100 منهای 80 20. گزینه 1 گزینه درست ماست. ببین دوتا تناسب به این سادگی تونست یک سال 3-4 خطی از تجربه 99 رو واسط این آب خوردن در واقع حل کنه. و اما سوال 6، سوال 6 هم دوباره از تجربه خارج 99 انتخاب شده. در اثر سوختن کامل 89 گرم از یک نوع چربی مطابق واکنش زیر، چند لیتر اکسیژن مصرف و چند مول گاز CO2 تولید می شود؟ حجم مولی رو هم دیگه 22.4 نباید در نظر بگیری، 25 باید در نظر بگیری. مطلبی که اینجا هست موازنه نیست، معادله. من اول باید این رو موازنه کنم و مقدار MXY باید به دست بیاد که بتونم با روش تناسب در واقع مول CO2 و لیتر گاز اکسیژن رو حساب کنم. بچه موازنه ناقص انجام شده. الان شما میبینی که اکسیژن این سمت مشخصه، با کربن نمیتونی ادامه بدی، MX با هیدروژن نمیتونی ادامه بدی، عنصر بعدی اکسیژنه که چون سمت فراورده مقدارش مشخص شده. ببین 114 ضرب در 2 228 به اضافه 110 تا اینجا اکسیژن داری 338 تا. خب به تب باید 338 تا هم سمت واکنش دهنده داشته باشی. دو ضرب دره 163 میشود 326. خب بچه
326 رو با این کم کنیم به طبع 12 تا باید اینجا اکسیژن داشته باشی. 6ش اینجاست، 2 هم میاد اینجا. پس ام مشخص شد. حالا میتونی کربونا رو موازنه کنی. 114 این دو، این میشه 57. 110 این دو، چون که اندیس دو هم داره، این هم میشه همون 110. بچه ما دوتا استر بلند زنجیر داریم، دوتا چربی، یک چربی حالا ذخیره شده در کوهان شتر، 357 810 O6. حتی باید جرم مولیش هم تو ذهنت باشه، 890. من خودم تا این تست رو دیدم 89 گرم، اونجا 890 کدوم؟ آهان، یک دهم مول. یعنی اصلا این کارا رو من انجام ندارم، اینو صرفا واسه آموزش گفتم، چون تا 89 رو دیدم ذهن طراح رو خوندم که ایشون داره از 890 صحبت میکنه. یک استر بلند زنجیر دیگه که تو این در واقع قسمت بررسی میشه روغن زیتونه، 357 804 O6 خواهد بود. خب بچه جرم مولیون هم 884 که البته اینجا به دردمون نمیخوره. حالا که در واقع موازنه شده خیلی راحت میتونیم با روش تناسب بریم ادامه سوال رو حل کنیم. خب اطلاعات ماده در رابطه با چربیه، 357 810 O6 و لیتر اکسیژن O2. خب جرم چربی رو داده 89، لیتر در واقع اکسیژن رو از ما میخواد، لیتر اینجا جرم. خب ضریب این چنده؟ 2. ضریب چربی 2. جرم مولیش رو گفتم بلدیم، 890. ضریب اکسیژن چقدره؟ 163 ضرب در 25. به همین سادگی ایکس به دست اومد. خب آقا لیتر لیتر، جرم جرم. حالا ایکس چه شکلی به دست میاد؟ ایکس مساویس با 163 ضرب در 25 ضرب در 89 تقسیم بر 163 ضرب در 25 ضرب در 89 تقسیم بر 2 ضرب در 890. بچه 89 با 890 10 مرتبه میشه، دقت کن. این به 5 2، این به 5 5. حالا 2 ضرب در 2 میشود در واقع 4، این هم 163. این اگه به تقریب شما 160 در نظر بگیری، با این 4 میشود 40. 40 ضرب در 5 یه ذره از 40 بیشتر میشه، نزدیک 200 میشه. بچه یا گزینه 3 یا گزینه 4. این لیتر گاز اکسیژن. حالا بریم قسمت دوم رو حل کنیم. میگه و چند مول گاز CO2 تولید میشه. خب حالا میتونیم دوباره به جای O2، پس من این قسمت رو حذف میکنم، دوباره از روی همین اطلاعات داده شده در مورد چربی میرم مال CO2 رو حساب کنم. پس مجبورم که اطلاعات قبلی رو پاک کنم. خب 89 گرم، میخوام ببینم که چند مول. خب اینجا میشود ایکس مول. خب بالاش که این 2 ضرب 890 هیچی تکون نمیخوره، میمونه فقط مول CO2. خب ضریب CO2 چقدره؟ 114. تمام. 89 ضرب در این، 89 ضرب در 114 تقسیم بر 2 ضرب در 890. خب بچه ها این 1، این 10. حالا 114 تقسیم، ببین دو باید میشه 57، 57 تقسیم بر 10، 57. که البته اینجا گزینه ها، آها اینجاست گزینه 3، گزینه درست ماست. خب بریم سوال بعدی. سوال هفته ما از گاج 98 انتخاب شده. مقداری گاز متان که 5 کیلوگرم از جرم آن را اتم های هیدروژن تشکیل میده با مقدار کافی بخار آب وارد واکنش شده، با فرض بازده 60% چند متر مکعب گاز تولید می شود. خب ببینیم بچه ها، اینجا ما با هر دو نوع استوکیومتری مواجه هستیم، هم استوکیومتری
فرمولی یادت باشه گفتم که در مورد یک ماده یک اطلاعاتی میدن، در مورد همون ماده اطلاعاتیگر رو میخوان. یعنی چی آقا؟ اینجا نیومده. ببین خواسته اصلی سوال حساب کردن متر مکعب گازه، حجم مدورم گفته 40. خب من باید مقدار متان رو داشته باشم به عنوان ماده آ و اینا رو به عنوان ماده بی که بتونم از روی گاز متان حجم لیتر و حتی متر مکعب گازها رو حساب کنم. ولی داستان اینجاست که من مقدار متان رو ندارم، فقط میدونم که این یه مقدار 5 کیلوگرمش رو اتم‌های هیدروژن تشکیل میده. پس اینجاست که من با استوکیومتری یک ماده مواجهم. انگار من از تو میپرسم که جرم اون متانی رو به من بگو که 5 کیلوگرمش هیدروژن باشه. خب در مورد یک ماده، مادم کیه؟ متان 3H4. در مورد یک ماده یک اطلاعاتی داده، چی داده؟ جرم هیدروژناشو داده، جرم یک جزی از اون رو داده. حالا جرم کل متان رو از من میخواد. اینجا هم همون تناسب به من کمک میکنه، 4 تا جا داره. خب آقا یک جاش دو تا جاش از روی فرموله حساب میشه، 3H4، یک مولش 4 مول هیدروژن داره. یک مول این چند گرمه بچه ها؟ 16 گرمه. کربن 12، هیدروژن 1. خب بچه ها 12 به اضافه 4 میشه و 16. خب 16 گرم متان چند گرمش هیدروژنه؟ شما میگی 4 گرمش، چون 4 هیدروژن معادل 4 گرم. حالا این گفته 5 کیلوگرمش، 5 کیلوگرمش یعنی 5000 گرمش چقدر متان میشود؟ پس با دو تا در واقع تناسب شما باید به جواب برسی. اول باید مقدار متان رو حساب کنی، بعد از روی مقدار متان میریم اونا رو حساب میکنیم. اینجا استوکیومتری یک ماده است، استوکیومتری فرمولی محسوب میشه. بچه خیلی ساده 5000 رو ضرب در 16 میکنی، تقسیم بر 4 میکنی و شما از اینجا به عدد 20000 یا همون در واقع 20 کیلو میرسی. درسته؟ پس 20 کیلو متان اگه من داشته باشم 5 کیلوش رو هیدروژن تشکیل میده، به همین سادگی. پس مقدار اولیه من شد 20 کیلو یا همون 20000 گرم. حالا صحبت از بازده کرده. خب من این قسمت رو پاک کنم. خب دیگه بچه تمام شد دیگه. ما این جمله رو در واقع ترجمه کردیم به 20 کیلو. پس من اینا رو پاک میکنم برم به خواسته اصلی سوال. خب اینجا صحبت از بچه بازده کرده، بازده 60%. من بهت گفتم بازده مقدار پیشرفت واکنش رو نشون میده و همیشه در مقدار واکنش دهنده ضرب میشه، این از یادت نره. خب بچه 20 کیلوگرم ضرب در آر صدم به من میگه که از این 20 کیلو با درصد چند میره جلو. البته اینجا بازده رو داده و به جای آر صدم شما می نویسی 20 ضرب در 60 صدم یا همون 3/5، 1/6 یا 3/5. اینم به گرمش. حالا چند متر مکعب گاز موازنه؟ یادت نره ضریب 1 پشت 3H4، ضریب 1 پشت مونوکسید کربن. خب بچه اکسیژن اینجا مشخص شد یه دونه است، اینجا هم به تبع یه دونه باشه. خب هیدروژن چند تاست؟ 4 اینجا، 2 تا اینجا میشه 6 تا. ضریب 3 هم پشت H2 قرار میگیره. مجدداً یک تناسب من رو به جواب میرسونه. داده من متانه، بر حسب گرم هم هست، ضرب در راندمان هم شده. راندمان همیشه در مقدار واکنش دهنده ضرب میشه. پس 20 ضرب در 1000 به جای 600 می نویسم 3/5. میگه چند متر مکعب، حالا من لیتر حساب میکنم، ضرب در 10^-3 میکنم که متر مکعبش هم به دست بیاد. خب بچه این x لیتر خواسته سوال، حالا لیتر حساب میکنم یا اگه بخوام متر مکعب بشه همینجا ضرب در 10^-3 میکنم.
پس این واحدش در واقع می شود متر مکعب، هیچ فرقی هم نمی کنی. لیتر رو ضرب در 10 به قوه منفی 3 کنی متر مکعب، منتها بالا هم باید متر مکعب بذاری. حالا این رو الان می بینیم. دوتای اول رو از روی واکنش قراره بنویسیم. خب اینجا جنسش گرم بود، بالا هم باید گرم باشه. ضریبش چنده؟ 1. چند؟ 16. چند گرم؟ 16 گرم. حالا 4 مول گاز میبینی، 4، هر مولش 40 لیتره، ضرب داره 40، اینم ضرب داره 10 به قوه منفی 3 که همون ابتدا متر مکعب به دست بیاد. خب در واقع 4 ضرب در 40 لیتره، لیتر ضرب در منفی 3 متر مکعب میشه و من چون دنبال متر مکعب هستم. خب بچه ها اگه یکم حواستون باشه این دفعه منفی سا خب میتونه حذف بشه. مطلب مهم بعد اینه که این 160، این 16، در واقع این ضرب در 10 شد. پس این عددم ضرب در 10 بشه من به x میرسم. به همین سادگی، یعنی شما کافیه بگی 20 ضرب در 10 به قوه 3 ضرب در 3 پنجم ضرب در 10 120 متر مکعب. ببین 10 ضرب 2 میشه 6، 6 ضرب در 20 120 ضرب در 10 به قوه 3 لیتر متر مکعبش میشود 120 متر مکعب. به همین سادگی بچه ها حواستون باشه اینجا چون اینا رو با هم ساده کردیم آخر سرم لیتر به دست آوردیم. خب سال بعدی تجربه خارج 99، واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات یا همون جوش شیرین به شکل مقابله. از واکنش کامل 750 میلی لیتر با محلول 4 مولار. یادت گفتم اگر جرم و حجم کنار هم باشن، ببخشید، گفتیم که اگر حجم و چگالی کنار هم باشن جرم به دست میاد، یعنی شما چگالی رو ضرب در حجم کنید جرم به دست میاد، بهش میگن جرم غیر مستقیم. اینجا هم دارم بهت میگم که اگر حجم و غلظت رو یه جا دیدی به هم دیگه ضرب کنی، البته با رعایت در واقع تبدیل واحدها، به مول میرسی. چرا؟ چون مولار رو یادت میندازم، مولار یعنی مول بر لیتر. پس مول بر لیتر رو ضرب در لیتر کنی مول به دست میاد. پس 750 میلی لیتر 4 مولار، این 750 میلی لیتر میشه از 3 چهارم لیتر. 750 هزارم، 3 چهارم، 3 چهارم ضرب در 4 کنی میشه 3 مول. خیلی خوبه که این رو سریع تشخیص بدی. البته اینجا پایین بنویسیم که موازنمون به هم نخوره، اونجا قرار موازنه کنیم. 3 مول. پس بچه ها 3 مول سولفوریک اسید چند گرم سدیم هیدروژن کربنات؟ دوباره سوال دو قسمتیه. ایکس ما اینه، اینم که 3 مول گفته. خب اول بریم موازنه کنیم. یک ضریب 1 پشت این، ضریب 2 پشت Na+CO3 که سدیم ها در واقع با هم دیگه موازنه بشن. الان اینجا کربن چند تاست بچه ها؟ 2 تا. خب اینجا هم باید 2 باشه. خب ماده بعدی که میتونه اینجا در واقع اتم بعدی که میتونه اینجا موازنه بشه، ببینید سولفوریک سولفات SO4 به عنوان یک گونه مستقل میتونم در نظر بگیرم. اینجا یه دونه است، خب تو H2SO4 هم باید یه دونه باشه. سولفات SO4 رو مجموعا موازنه کردم، وقتی ضریبه یک پشت Na2SO4 بود اینجا هم باید یه دونه باشه. حالا هیدروژن هم مشخصه، دو تا اینجا دو تا اینجا، مجموعا میشود 4 تا. بچه ضریب H2 هم میشود به همین سادگی. البته ایشون بازه، ایشون اسیده، در واقع این اسید دو ظرفیتیه، این باز یک ظرفیتیه. ضریب دو هم پشت Na+CO3 قرار میگرفت. خب الان مجددا میرم سمت تناسبم که قسمت اول سوال رو حل کنم. خب بچه ها در مورد قرار سدیم هیدروژن کربنات و سولفوریک اسید بنویسیم.
سولفوریک اسید خب الان دیدیم که 4 مولار ضرب داره 3 4 میلیتر میشه و 3 مول. خب اگه 3 مول باشه چقدر سدیم هیدروژن کربنات مول؟ خب بالا باید مول باشه. الان ضریب H2SO4 چند اینجا؟ 1 موله. اینجا چون من دنبال گرم هستم اینجا باید گرمشو بنویسم. ضریب این چنده؟ 2. بچه سدیم هیدروژن کربنات هم از مواد پرتکرار جوش شیرین. جرم مولیش باید تو ذهنم باشه. 84. پس خیلی ساده 2 ضرب در 84 ضرب در 3 میکنی، در واقع 6 رو ضرب در 84 کنی میشه و 504. یا گزینه 1 یا گزینه 3 هستش یا گزینه 4. حالا بریم قسمت دومش رو حل کنیم. قسمت دومش میگه و اگر گاز کربن دی اکسید تولید شده، منظورش اینه در واکنش پایینی شرکت کند، باریوم اکسید با این البته موازنه هست، ضربشون یکه، وارد این واکنش بشود چند گرم باریوم کربنات حاصل میشه؟ اینجا حواست با من باشه. به اینا میگن استوکیومتری دو واکنشه. بچه ها یک ماده اینجا مشترکه، یعنی فراورده این اینجا به عنوان واکنش دهنده مصرف میشه. دو تا راه داری، یکی این که شما بیای از روی مثلا مول سولفوریک اسید مول CO2 رو حساب کنی، بعد بیاید از روی CO2 باریوم کربنات حساب کنی. این راه طولانی محسوب میشه. ما یه پیشنهاد بهتر داریم. ما میگیم آقا مگه از این قرار نیست که اینجا داره تولید میشه اینجا داره مصرف میشه؟ خب بیا ضریباشو مساوی قرار بده که بتونی بین این دوتا واکنش کسر بنویسی، تناسب بنویسی، کسرهای آماده بنویسی، هر کاری پل بزن. پس ماده مشترکه باید ضریبشون چی بشه؟ برابر بشه. خب بچه ها ضریب این یک، ضریب این دو، یا باید این ضرب در 1/2 بشه یا اینکه پایینی ضرب در 2 بشه. خب من پایینی رو انتخاب میکنم، ضرایب همگی به 2 میشه. حالا میتونم بین سولفوریک اسید و باریوم کربنات راحت کسر بنویسم، انگار نه انگار که دوتا واکنش داره، انگار یه واکنش دارم دیگه، چون واکنش فراورده یه واکنش اول به عنوان واکنش دهنده واکنش دوم مصرف شد. حالا یک طرف سولفوریک اسید می شود، طرف بعدی من باریوم کربنات می شود. خب در مورد سولفوریک اسید من میدونم که 3 مول دیگه، الان حساب کردیم 4 مولار ضرب در 3 4 میشه و 3 مول. خب 3 مول چند گرم باریوم کربنات؟ این ایکس من. حالا بیا اینجا H2SO4 ضریبش چنده؟ 1. همون میشه 1 مول، به چیزی هم ضرب نمیشه. باریوم کربنات ضریبش چنده؟ 2. جرم مولیش رو بریم حساب کنیم. ببین باریوم 137، کربن 12، اکسیژن 16، ضرب در 48 با 12 میشه 60. 197 ایکس. خیلی ساده حساب میشه بچه. 3 ضرب در 2 ضرب در 197. دو رو اگه مثلا 200 بگیری، 197 رو 2 ضرب در 200 میشه 400. 400 ضرب در 1200، نزدیکترین گزینه 1182. بچه شما تجربی خارج 99 رو با دوتا تناسب خیلی ساده حل کردیم. من چون صحبت میکنم شاید احساس کنید که داره تون میکشه، خودت بنویسی متوجه میشی که یک معجزه قراره توی استوکیومتری شما رخ بده. و اما سال 9، ریاضی 99. بر پای واکنش های زیر، اگر 630 گرم نیتریک اسید با خلوص 80% با فلز مس واکنش بده، چند مول مس و نیترات تشکیل میشه؟ خب خیلی ساده، قسمت اولش گرم این رو داده، مول این رو پرسیده. و گاز اوزونی که اینجا یه ایراد تایپی داریم، این گاز اوزونه، و گاز اوزونی که از واکنش گاز NO2 با گاز اکسیژن در واقع حاصل میشه در شرایط STP چند لیتر حجم داره؟ خب سوال دو قسمتیه و در واقع هر دو قسمتش هم به تب باید حل بشه. شما مثلا شما قسمت اول رو به دست بیاریم به عنوان مثال 2، خب قسمت دو شما باید به دست بیاری، یا 4 به دست بیاری باید قسمت دو، یا بالعکس اگه قسمت دو ها رو حساب میکردی مجددا مجبور بودی که قسمت اول رو حساب کنی. خب اینجا داستان دوباره بچه داستان موازنه است.
موازنه اینم دوباره چهار بعدیه که اینجا ما باید در نظر بگیریم که اینجا یک ضریب چهار پشت هاشنوسه. این سومین چهار که دارم بهت میگم، چهار ببین چهار که نمی کنه، هرگاه من بهت میگم دیدی یک فلز با اسید نیتریک داره واکنش میده، ضریب اسید رو چهار بذار. حالا چهار پشت HNO3 قرار میگیره و من خیلی راحت میتونم این رو موازنه کنم. بگو چه شکلی؟ چند تا نیترات میبینی؟ چند تا NO3 میبینی؟ چهار تا. خب اینجا نیترات در واقع که چهار باشه، البته چون نیتروژن اینجا هم هست نمیتونم با این برم جلو. گونه چند اتمی من اگه در دو طرف بدون تغییر باشه میتونم با عنوان گونه مستقل باش عمل کنم. اینجا چون نیتروژن در ساختار دو ماده وجود داره نمیتونم از روی چهار به این ضریب قرار بدم. ولی ضریب هیدروژن رو چرا؟ یک ضریب دو اینجا میذارم. بچه مس در هر دو واکنش، در هر دو سوی واکنش در ساختار یک ماده هست. ضریب یک رو میدم و خیلی ساده الان نیتروژن ها موازنه میشه. چهار تا نیتروژن سمت فراورده، دو تاش اینجا، ضریب دو هم اینجا قرار میگیره. و همین سادگی. واکنش دوم ولی موازنه است. یک در واقع موازنه من. سه تا اوزون اکسیژن داره، یه دونم NO و چهار تا هم اینجا ما اکسیژن داریم. حالا بریم در واقع این تست رو با روش تناسب حل کنیم. خب اطلاعات در مورد نیتریک اسید HNO3، خواسته من مستونیترات CuNO3. خب اطلاعاتی که به من داده 630 گرم با خلوص 80%. بچه 630 گرم همش وارد واکنش نمیشه، 4 پنجم 80% میشه و 4 پنجم 4 پنجمش وارد واکنش میشه. خب و پرسیده چند مول این ایکس اینجا چون گرمه بالا باید گرم نوشته بشه. ضریب HNO3 4ه. بچه جرم مولی HNO3 63 هستش. ضریب ایشون هم که 1. تمام. این قسمت اول به همین سادگی به دست میاد. حالا باز دقت کن ببین، میخوام محاسباتتو ساده کنم. 63 ضرب در 10 میشه 630. بس یه دونه ضرب در 10 دارم. 4 هم ضرب در در واقع چی شده که شده 4 پنجم؟ ضرب در 1 پنجم شده. پس مجموعتا میتونم بگم که اینا اگه ضرب در 2 بشن میرسم به این. پس اینجا هم ضرب در 2 کنم به جواب میرسم، یا گزینه 1 یا گزینه 2. به همین سادگی قرار نبود اینو به این ضرب این تقسیم کنی. خیلی تو ساده میبینی که من جمعه میگم 63 630 ضرب در 10 شده 4 به چی ضرب شده 4 پنجم 1 پنجم 10 ضرب در 1 پنجم 2. پس یکم ضرب در 2 میکنی و میشود یا گزینه 1 یا گزینه 2. حالا بریم قسمت 2 شو حل کنیم. میگه و گاز اوزونی که از واکنش NO2 با اکسیژن چند لیتره. آها آقا دوباره ماده مشترک، ماده مشترک NO2ه، منتها ضریباشون رو باید برابر کن. اینجا ضریب 2ه، همه رو ضرب در 2 کن، به طب ضریب اوزونم 2 خواهد شد. پس الان تو میتونی بین نمیدونم مول CuNO3 یا نمیدونم گرم HNO3 که الان اطلاعاتشو داریم بری مول لیتر گاز اوزون رو حساب کنی. من از مول استفاده میکنم چون مول محاسباتش اینجا ساده تره. انگار دوتا واکنش رو به یک واکنش تبدیل کردم. از مول مستونیترات که الان حساب کردم 2 موله، میخوام لیتر اوزون رو حساب کنم. خب بچه داده سوال من اینجا خواسته سوال قبلی بود، 2. 2 مول مستونیترات چند لیتر گاز اوزون میدهد؟ ایکس خواسته سوال لیتر. خب بالا ماید لیتر باشه، اینجا ماید مول باشه. ضریب این چنده؟ 1. ضریب اوزون چون واکنش پایینی رو ضرب در 2 کردیم 2. حجم مولیت شرایط STP هم 22 و 4. خب خیلی ساده الان دیدی که 2 ضرب در 2 4، 4 ضرب در 22 و 4 میشود 89 و 6. گزینه 3 گزینه درست ماست. و اما سال 10 دوباره تجربی 99.
مقدار گاز SF4 لازم برای تهیه 50 لیتر گاز هاشف. بچه 50 لیتر گاز هاشف از واکنش چند گرم؟ دیگه داستان مشخص شد دیگه. حتی قسمت اول سوال دو قسمتیه. لیتر این رو داده، گرم این رو داره میپرسه. دنبال ماده مشترک باش. ماده مشترک من اینجا SF4ه. پایینم SF4ه. SF4 اینجا تولید میشه، اینجا داره مصرف میشه. پس تو کافیه که واکنش ها رو موازنه کنی، ضریب SF4 رو برابر کنی، بعد بتونی بین NaF و این تناسب بنویسی که گرم سدیم فلورید رو به دست بیاری. قسمت دوم میگه که بدن این فرآیند چند گرم گاز SO2. خب این که ساده است. اگه موازنه بشه از روی مقدار هاشف من میتونم گرم گاز SO2 رو حساب کنم. پس اول برم سمت موازنه. خب بچه ها، من پشت SO2 یک میذارم. با SF4 شروع میکنیم. پشت SF4 یک بذاریم، خب ضریب NaF در واقع میشود 4. 4 تا سدیم داری، 4 هم پشت NaCl قرار میگیره. بچه الان من میبینم که اینجا گوگردم در واقع 1 2، اگه 3 باشه اینجا 3 بذارم میشه 6 و کلور هم موازنه شد. همین سادگی. در واکنش بعدی که دوباره با SF4 شروع میکنم، ضریب SF4 1 میذارم، گوگردم به طب ضریب 1 میگیره. ماده بعدی فلوره، 4 تا فلور اینجا داری، یه ضریب 4 پشت هاشف قرار میگیره، 4 تا هاش و یه ضریب 2 هم پشت هاش 2. بچه اوتوماتیک وار ضرایب SF4 با همدیگه برابره، پس با خیال راحت میتونم بینشون کسر بنویسم. خب ماده های من NaF و هاشف. اولین کاری که میکنم داده سوال، داده سوال در رابطه با هاشفه، گفته 50 لیتر، بعد پایین گفته جرم هر لیترش هم 0.8 گرمه، پس ضرب داره 0.8. بچه این یک ادبیاتی از چگالیه، این یک ادبیاتی از چگالیه. جرم هر لیتر گاز برابر 0.8 گرمه، پس 50 ضرب داره 0.8 چند گرم NaF. خب این گرمه، ضریب NaF چنده؟ 4. 4 ضرب داره جرم مولی، 23 سدیومه، ایشون هم که 19، جمعش میشود 42. خب هاشف اینجا جرمه، چون گفتیم که چگالی ضرب داره حجم میشود جرم. خب بالا هم باید جرم باشه. هاشف ضریبش چنده؟ 4. جرم مولی هاشف هم 20. پس خیلی ساده شما میتونی به پاسخ برسی. 50 ضرب در 8 تا بچه 40ه. الان تو میبینی که 4 ضرب در 20 80. در واقع اینجوری بهت بگم که 80 نصف شده، شده این. حالا 4 ضرب در 42 باید نصف بشه. نصف بشه میشود 84. یا گزینه 3 یا گزینه 4 جواب منه. حالا بریم قسمت دوم و میگه چند گرم گاز SO2. تناسب بعدی بین SO2 و هاشف. خب بچه ها، جرم هاشف رو دارم، دفعه پیش حساب کردم 40 گرم، اینم گرم، گرم SO2 هم که از من میپرسه، داده سوال، خواسته سوال. حالا میریم بالا. هاشف ضریب چنده؟ 4. ضرب در 20. ضریب این یکه. ضرب در جرم مولی SO2 چقدره؟ 32 با 32 64. خب دوباره اینجا میبینم که این 80، این 40، تقسیم بر 2 شده. 64 هم تقسیم بر 2 بشه میشود 32. به همین سادگی این سوالم حل شد. تجربی 99 یک تست در واقع گردن کلوفتی هم بود. خب سلام بچه ها، من سعی دارم که طی یه سری ویدیوها بهت کمک کنم که از هر سطحی که هستی بیای بالاتر. این ویدیوها رو دنبال کن، پشتیبانامون طبق شمارهایی که تو زیر اومده باهاتون تماس میگیرن و ازتون میپرسن که این محتواها چقدر میتونه بهت کمک کنه. هر سوالی داشتی از پشتیبانهای ما بپرس،
تو پیج کاتالیزگر هم خودم و هم همکارام به شما کمک میکنن که این مسیر آموزش شیمی رو واسه شما لذت بخشتر کنیم. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید و شاد باشید. کاتالیستی باش.